به برنامه 30 دقیقه خوش اومدید. ممنون از شما که تا این وقت شب منتظر موندید، همراه ما هستید و ممنون از شما که همچنان با ما ادامه خواهید داد. در برنامه امشب همراه هستیم با خلیل کیوان، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران و دبیر کمیته خارجی کشور حزب کمونیست کارگری ایران. خلیل کیوان، به برنامه 30 دقیقه خوش اومدید. سلام خدمت شما و بینندگانتون. سپاسگزارم از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید. خلیل کیوان، نکته این روزها مورد بحث مردم هست راجع به اقدامات بشر دوستانه توسط قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری جهان. اوضاع شمال افریقا و خاورمیانه به شدت متشنج هست و کشورهای بزرگی مثل امریکا، انگلیس، فرانسه اعلام کردن که به خاطر دفاع از مردم لیبی، به خاطر دفاع از مردم مصر، دفاع از مردم تونس و غیره و حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس دست به اقدامات بشر دوستانه میزنن و میخوان که در این منازعات شرکت کنن. سوال به صورت جدی اینه، واقعا این اقدامات بشر دوستانه است؟ این کشورها مشغول دفاع از حقوق بشرند؟ واقعی این اقدام یا چیز دیگه ای هست که باید زیر سرپوش ها دنبالش گشت و حقیقت چیز دیگه است؟ نظر شما چیه در این مورد؟ ببینید، موارد متعددی در همین تحولات اخیر هست که میشه به اونها اشاره کرد و پوچی حرف اینها رو به وضوح نشون داد. مثلا در همین اعتراضات اخیر وقتی به مسئله بحرین میرسیم، اینا کاملا سیاست دیگری رو دارن، متفاوت از اون چی که در مقابل اسد دارن یا در مقابل قذافی دارن. اون کشورهایی که به طور طبیعی متحدین غرب بودن، اینها موضع معتدلتری در مقابلشون گرفتن و حتی به طور تلویحی در مقابل اعتراضات مردم سکوت کردن یا به نوعی از کنارش گذشتن یا فقط به عبارات پوچ و توخالی اکتفا کردن، مثل مورد بحرین و در مقابله با عربستان سعودی که یکی از کشورهایی که به شدت حقوق بشر و انسان در اون پایمال میشه. به واسطه که متحد آمریکا، شما میبینید در مقابل سرکوبگری اونها در بحرین خاموشند، یا کلا بی‌حقوقی زنان و هر کل آهاد مردم در اون کشور اینها لب از لب باز نمی کنن. همین نمونه کافیه که کوچی حرف اینها رو نشون داد. در مقابل بن علی در تونس که تناقضات اینها همون اوائل خیلی زود بیرون زد، اگر به خاطر داشته باشید 2 روز قبل از اینکه اعتراضات خیلی جدی بشه، سرکوزی به بن علی و حکومتش پیام داد که ما حاضریم که شورش های مردم رو کمک کنیم و شما سرکوب کنید و خاموش کنید، و بعد از چند روز متوجه شدن که اینها شورش های معمولی نیست و یک انقلابه و در موضعشون و در اظهار نظرشون بازبینی کردن. در مقابل کشورهای مختلف اینها اظهارات مختلفی کردن و اظهار نظرهای مختلفی کردن، اقدامات مختلفی داشتن. به اقتضای اینکه کدوم کشوره اینها با حربه یا تحت نام حقوق بشر و انسان اومدن، به جاهایی هم از کنارش رد شدن. کلا این ادعای اونها رو به همین سادگی نمیشه حقیقتا باور کرد. به هر حال گفته میشه در بسیاری از نشریات راجع به این مسئله الان قلم زده میشه که اگر حضور نظامی امریکا در افغانستان نبود، طالبان سرنگون نمیشد، صدام حسین در عراق سرنگون نمیشد، در ساحل عاج حکومتی که به هر حال طبق گفته هایی که اعلام شده حائز حد اکثر آرا نبوده و قدرت رو رها نمیکرد، اگر فشار مثلا کشوری مثل فرانسه نبود، این رئیس جمهور دستگیر نمیشد و ده ها نمونه دیگه. مردم لیبی همینطور گفته میشه. در نمونه های مثلا مشخص که الان من گفتم، اینها یا اقدامات بشر دوستانه نبوده، تلقی نمیشه ازش این برداشتو کرد؟
ببینید متاسفانه مردم خیلی وقتا تاریخ رو فراموش میکنن. از صدها مورد دخالت نظامی و سازمان دادن کودتا و حمله و اشغال کشورها مردم گاهن یا خبر ندارن یا از اون تاریخ ها میگذرن یا فراموش میکنن. تاریخ کشورهایی مثل آمریکا در دههای اخیر و کشورهای کلن امپریالیستی تاریخ مداخلات نظامی و جنگ های امپریالیستیه. ما با خیزش های وسیع در آمریکای لاتین، در آفریقا و در آسیا روبرو بودیم که با قدرت های استعمارگر جنگیدن و کشورهاشون رو یک فکرها کردن. تلفات سنگینی به بشریت تحمیل شد به واسطه این مداخلات. این تاریخ رو نمیشه فراموش کرد. اینا مربوط به خیلی از این کشورها دههای 50 و 60 آزاد شدن و کشورهای مستقلی شدن. جنگ ویتنام یکی از خونبارترین و بزرگترین اینها بود که هنوز میشه گفت متأخره. بنابراین کودتای نظامی آمریکا در سرنگونی حکومت مصدق در ایران یک نمونه برجسته است که بعد از اون خفقان ده ها ساله رو در پی داشت. شیلی، دیکتاتور شیلی محصول مستقیم مکتب شیکاگو و مکتب فریدمن و مستشاران نظامی و سیاسی و امنیتی آمریکا است که آلنده و حکومت منتخب مردم سرنگون کردن. شیلی رو روی کار آوردن. ده ها نمونه میشه اسم برد که تاریخ اینها رنگینه از این نوع مداخلات و خون پاشیدن به کشورهای مختلف و سرنوشت مردم. اگر موارد استثنایی رو بتونید از اینها جدا کنید و اون هم با دلایل معینی که بگید فلان مداخله و ثابت کردن این حکومت و اون حکومت بد نبوده، شاید چنین استثنایی رو شما بتونید پیدا بکنید. مثلا همین نمونه افغانستان و طالبان. خب روشنه طالبان هیچ راه حل سیاسی نداشت. هیچ کسی نمیتونست انتظار داشته باشه که یک جنبش سیاسی به وجود بیاد و طالبان را ثابت کنه. معلومه که یک حکومت نظامی و با قدرت نظامی و قهر میتونه طالبان را ثابت کنه. خب هیچ کسی نباید سرنگون شدن طالبان رو محکوم میکرد. خواه یک قدرت همسایه بود، خواه آمریکا باشه یا فرانسه یا کسی دیگه. منتها مسئله به همینجا ختم نمیشه. سناریویی که اینها بعداً برای مردم افغانستان و حکومت اونجا چیدن و سرنوشتی برای مردم رقم زدن رو با خود دخالت نظامی صرفاً نمیتونید توضیح بدید. اینها یک نوع حکومت قومی مذهبی رو برپا کردن که خودش در درون خودش آتشبیار یک سلسله تناقضات وسیع در جامعه، تناقضات خونبار. به یک معنا اینها سر طالبان رو کنار زدن تا یه حدی. میبینید که طالبان دوباره در راهه. اونجا راه حلی که برای افغانستان برمغان آوردن کم خونبارتر نبوده برای مردم افغانستان. یا اونچه که در لیبی شما اشاره کردید، معلومه من و شما هم اگر شهروند شهر بنغازی بودیم، وقتی که قذافی داره حمله میکنه با تانکا و حمام خون راه میندازه، هر کسی بیا جلوشو بگیره، اگر یه حکومت آزادی خواهی در دنیا بود و جلوشو میگرفت، ما براش هورا میکشیدیم. اگر چنین حکومتی نیست و اگر یه کسی دیگه از راه میرسه مثل نیروی ناتو و جلوی یه خون ریزی رو میگیره، معلومه که نباید محکوم کرد و معلومه که نباید از اون ناراحت شد. یه جلوی همون خون گرفته شده. منتها تمام حقیقت این نیست و اینها لیبی رو به عنوان یک عرصه، یه موقعیتی برای اینکه تمام کسافتکاری هایی که ده ها سال در خاورمیانه و جاهای دیگه سازمان دادن، به خاطر اینکه در تونس خراب کردن و با حمایتی که از بن علی کردن نشون چهره بدی از خودشون نشون دادن، در کل خاورمیانه چهره آمریکا چهره خوبی نیست، لیبی رو در این حال فرصتی دیدن، موقعیتی دیدن که بتونن این چهره مخدوش شده رو بزک کنن و در مقابل مردم دنیا با یک موقعیت
بهتری ظاهر بشن. اینها نمیتونستن مثل سابق بیان جلو. کما اینکه کیسینجر گفت اون چی که در خاورمیانه داره رخ میده به یک معنا فروریزی دیوار برلین غرب این بار، یعنی حکومت هایی که ما خودمون پشتشون بودیم و خودمون ازشون حمایت کردیم و خودمون نگه داشتیم و بالا سر مردم گذاشتیم، نمونه بن علی و نمونه مبارک، اینها در سرورهای غرب بودن. به یک معنا اون چی که اونجا در جریانه دست پخت خود غرب هم هست. اما اگه یک مورد استثنایی میرن و از یک حمام خون جلوگیری میکنن، اینجا در واقع که کار بدی هم نیست حقیقتا، اونجا اما یک حمام خون جلوگیری کرد، منتها تمام صورت مسئله این نیست. اگر در این کانتکست و این مجموعه بزرگ قرار بدید، میبینید که بالاخره دارن منفعت معینی رو دنبال میکنن و کنار اون از عربستان دارن حمایت میکنن و چشمشون روی بسیاری به حقوقی های دیگه بستن. بنابراین حقوق بشر محملیه برای پیشبرد یک سیاست وسیع‌تری که یک گوشهش خود همین مسئله لیبیا بوده. پیمان های نظامی که الان موجود هستند، پیمان نظامی مثل ناتو، طبعا در دوره جنگ سرد معنی خاص خودش رو داشت ناتو، اما اکنون جنگ سردی هم در کار نیست، اما این پیمان نظامی قوی تر، منسجم تر و حتی وسیع تر از سابق وجود داره و اتفاقا همین پیمان هست که میگه باید اقدامات بشر دوستانه کرد و کنترل این جنگ ها رو این ناتو هست که باید به دست بگیره. خب الان ناتو به چه کاری میخوره؟ الان که جنگ سردی نیست، الان که دیگه منازعاتی نیست، این پیمان الان چرا وجود داره و چرا الان اسم بشر، اقدام بشر دوستانه رو اقدامات ناتو میذارن؟ ببینید همونطور که اشاره کردید، پیمان ناتو بعد از جنگ جهانی دوم و آرایش تازه‌ای که اون دنیا در اون تاریخ خودش گره، بعد از سرنگون شدن محور ایتالیا، ژاپن و آلمان نازی، قدرت‌های تازه بعد از اون شکست این محور به میدون اومدن و هر کدوم سهم خودش می‌خواستن. برای شوروی اون موقع کشورهای بیشتری رو تحت سلطه خودش گرفت، از این طرف غرب پیروز موقعیت برتری پیدا کرد و عملا دنیا بین شوروی اون موقع و آمریکا تقسیم شد و از اون به بعد ما شاهد جنگ لفظی بودیم با آلمان ده ها سال که به جنگ سرد معروف شد و بارها هم البته اون جنگ سرد در آستانه یک رویارویی تمام عیار نظامی پیش می رود، از جمله رویارویی در دهه 60 در خلیج فارس و در نزدیک کوبا. منتها کلن اون آرایش نظامی ناتو مربوط به اون دوره است که دنیا یک آرایش سیاسی دیگه ای داشت. در مقابل ناتو ما سنتو رو داشتیم، در مقابل اتحادیه اقتصادی غرب اتحادیه اقتصادی اون رو داشتیم و از نظر سیاسی و ایدئولوژیک هم توجیهات خودش رو داشت. غرب میگفت ما جهان آزادیم در مقابل جهان بسته که شوروی بود اون موقع و میگفتن آزادی رو ما نمایندگی میکنیم. پیمان نظامی ناتو که اشاره میکنید در واقع فلسفه وجودیش رو در اون مرد و بر اون اساس تعریف میکرد. خب بعد از سقوط شوروی اینا با یک بحران جدی روبرو شدن، باز تعریف خودشون، علت وجودی خودشون و از جمله چرا ناتو باشه. میبینید که بعد از اون تاریخ آمریکا که یک قدرت نظامی برتر بود، یک ماشین جنگی فوق‌العاده بزرگ و کارآمد داشت، در این حال اقتصادش رو به افول بود. از طرف دیگه قدرت‌های تازه اقتصادی رو به رشد بودن، مثل هند، مثل چین، مثل ژاپن و خود اروپا، اتحادیه اروپا. این شد که آمریکا در اون رقابت کلاش پس معرکه بود و مسئله ناتو و نظامیگریش رو به عنوان یک برگ برتر نگر می داشت و به بقیه همپیمانانش و مردم دنیا می گفت که دنیا جاندار می خواد، یه مبصری می خواد، کسی رو می خواد که کسایی که سرپیچی می کنن سر جای خودشون بنشونه و از این نظر شما رو نیاز دارید. ناتو رو از اون نظر نگر داشتن
و هر جایی مثل میلوسویچی پیدا شد در یوگسلاوی یا صدام، اینا با حمله نظامی خیلی شدید از جمله افغانستان دنیا را در مات فرو می بردن و به بقیه می گفتن این ما این که می تونیم ساکت کنیم، و به یک معنا دنبال مراکز تشنج تازه که نیاز به مداخله نظامی داشته باشه حتی بودن. خیلی از این مسائل با تماسهای دیپلماتیک قابل حل بود، حرکت نظامی اجتناب ناپذیر نبود، منتها اینها این مسئله رو میخواستن. به این معنا غرب داره در تحت سرکردی آمریکا از این فرصت ها استفاده میکنه، نظامیگری و میلیتاریسم خودش رو حفظ کنه به عنوان یک اهرم برتر در مقابل رقبا. این خاصیت رو برای اونا داره. لیبی درست به اینا یک اقدامی میکنن و یک حمام خون جلوگیری میکنن، در این حال بر این تاکید میکنن که ماشین نظامی نیازه و ما در این بازار مکاره جنگی میتونیم اکتور مهمی باشیم، نیروی باشیم که شما رو ما احتیاج دارید، کارخونه های نظامیمون باید کار کنه، اسلحه سازی تولید داشته باشیم و صدها هزار نفر رو از این را مستقیما به کار بگیریم و ده ها میلیون نفر رو به طور غیر مستقیم با صنایع نظامی و غیره حفظ بکنیم. از این نظر کاربرد ناتو یک کاربرد همه جانبه است برای و در رفت اون به ویژه برای آمریکا عقب نموندن در این رقابت سیاسی اقتصادی در دنیایی که امروز دیگه چند گفتیه به ویژه از نظر اقتصادی. به این دلایل مسئله بشردوستانه فوق‌العاده حاشیه‌ای در این کشمکش. شما به یه عبارتی اشاره کردید به نام تقسیم جهان بین قدرت‌های بزرگ در دوره جنگ سرد، خب به صورت واقعی هم این اتفاق افتاد. در حال حاضر چی؟ آیا همین اقدامات ناتو بخشی از تقسیم یا باز تقسیم جهان نیست مجدداً؟ آیا واقعا وجود داره چنین چیزی الان در جهانی که خود شما اشاره کردید دیگه دو قطبی نیست؟ بله، این دنیا عملا چند قطبی شده و هنوز عرصه رقابت این که چه کسی چه میزان قدرت و نفوذ داشته باشه از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر نظامی هنوز بازه. اینا هم کشمکش میکنن بستر این که دایره نفوذ هر کدومشون چقدر باشه. میدونید که هر برتری نظامی میتونه در یک گوشه مستقیما به یک برتری سیاسی بدل بشه. همونطوری که گفتم، فرض کنید حکومت دولت سرکوزی در خیلی معلوم شد که روابط نزدیکی داشته با بن علی تا حدی که اینقدر افتضاح بالا آوردن که وزیر امور خارجش مجبور شد استعفا بده، خیلی رشته گرفته بودن و خود سرکوزی گفته بود کمک میکنیم مردم رو سرکوب کنیم. منتها وقتی میبینن در اون مسئله انقلابات در شمال آفریقا باختن، یه فرصتی رو که میتونن برن و فرض کنیم مردم به انقاضی رو نجات بدن یا جلوی خونریزی رو بگیرن در اونجا با یک مداخله نظامی که برتری نظامی فوراً یک مسئله سیاسی تبدیل کنن و عملا چهره مقبول‌تری نزد مردم، حالا چه در دنیا چه در منطقه، پیدا بکنن و راه رو برای مناسبات سیاسی و دیپلماتیک باز کنه که میدونیم در پی اون مسئله اقتصاد مطرحه و به ویژه در کشوری مثل لیبی یا کل خاورمیانه که مسئله نفت هست و بازارهای وسیع فروش. از این نظر این کشمکش و این مداخلات به ویژه نشرات فعلی در خاورمیانه برای تقسیم حوزه‌های سیاسی تحت نفوذ و حوزه‌های نظامی حتی و حوزه‌های اقتصادی یک مسئله که به شدت بین اینها در جریانه. حتی بین اتحادیه‌هایی که در بین کشورهای عضو ناتو در بین اروپا و آمریکا هفته‌ها کشمکش بود، بحث بود که چه کسی فرماندهی عملیات در مقابل غزاتی رو بوده داره. روشن بود که هر کدوم در مقابل یک برتری سیاسی رو در این کشمکش طالب بودن
که میدونستن به سرعت به منفعت‌های اقتصادی و تماس‌های وسیع دیپلماتیک گره میخوره و بسیار براشون سودآور خواهد بود در آینده. چنین وضعی هست حقیقتا و در پس تمام این ادعاها شما میتونید مسئله تقسیم دنیا به حوزه‌های نفوذ سیاسی اقتصادی و حوزه‌های نفوذ حتی نظامی رو اشاره بکنید که کجا چه ناوگانی چه بخشی از ارتش چه کشوری میتونه مناطق صلح و جیشی رو بگیره و احتمالا در کشمکش‌های نظامی و سیاسی عنوان یک وزنه برتر ازش استفاده بکنه. خود بحرین که میگن ناوگان پنجم آمریکا در اونجا مستقره، یکی از حوزه‌های مهم نظامی و سیاسی آمریکاست. کل یکی از بخش‌های دیگه خاورمیانه. اینجا یه مسئله میمونه به عنوان یه آلترناتیو، با توجه به اینکه وقت زیادی هم به پایان برنامه ما باقی نمونده، حدوداً 2 تا 3 دقیقه، اما بالاخره اقدام بشر دوستانه برای دفاع از مردم جهان به صورت واقعی چیه؟ چه اقدامی باید کرد اگر این دولت ها منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی و برتری های خودشون رو دنبال میکنن؟ پس اقدام بشر دوستانه چه معنی پیدا میکنه؟ چطوری میشه از مردم لیبی، از مردم مصر، از مردم بحرین یا هر جای دیگه ای، مردم ایران دفاع کرد در سطح بین المللی؟ هر کسی 2 تا 4 تای سیاسی رو بلد باشه میفهمه. اگر اینها واقعا از اقدام بشر دوستانه کار میکنن، چرا در مقابل عربستان سعودی که زن رو رسما آدم حساب نمیکنه خاموشن؟ اونجا حتی زن اجازه راهن نیست، اونجا هنوز گردن میزنن با شمشیر، اونجا هنوز تبعیر خارجی رو مثل بردهش رفتار میکنن، اونجا هر کسی کمترین انتقادی رو به خاندان سلطنتی یا به دین اسلام بکنه با شیطرین مجازات رو برو میکنه. ولی چرا در مقابل اونها ساکت هست؟ چرا در مقابل بن علی و مبارک ساکت بودن و الان که مردم میخوان مقدرات خودشون رو دست گیرن اینا یاد حقوقاتشون افتادن؟ خب کیسینجر که گفت خراب کردن اونجا و از دیوار برلینشون خراب شد، چرا در مقابل بحرین با همون شدت حرف نمیزنن؟ چرا در مقابل حقوقی مردم فلسطین اینها با همین حدت حرف نمیزنن در مقابل متحدشون اسرائیل؟ و چرا همینطور در مقابل ایران؟ اینا هر کسی میدونه در حال سرا روابط پنهانی سیاسی دیپلماتیک داشتن و حتی خیلی جا زیر بال حکومت جمهوری اسلامی رو گرفتن. اینا میتونستن و میتونن چنین کشورهای مثل جمهوری اسلامی رو از مراکز بین المللی اخراج کنن، رابطه دیپلماتیکشون رو با اینا قطع کنن، اینا رو به عنوان نمایندگان اون کشورها به رسمیت نشناسن. اینا میتونن از نیروهای مبارز سیاسی این کشورها حمایت کنن بدون شرط و اونها رو به عنوان آلترناتیو در اون کشورها بپذیرن. چرا چنین اقداماتی رو انجام نمیدن؟ روشنه که اینها از من پراگماتیستن و منفعتشون رو بر اساس اینکه چه کسی در مسند قدرت و کدوم معامله سیاسی نظامی اقتصادی با اونها ممکن است رو تو دستور میذارن. بنابراین روشنه قطع رابطه سیاسی، قطع رابطه دیپلماتیک، رسمیت نشناختن اونها در مراجع بین المللی، اینا بهترین راه دفاع از مردم اون کشورها و اون چیزی که خودشون اسمش حقوق بشر میگذارن هست. غیر از این باشه به نظر من ارزششون کوچه و قابل هیچ قابل پذیرش نیست. بله، متشکرم خلیل کیوان. متاسفانه وقت برنامه ما به پایان رسید. ممنونم از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید. سپاسگزارم. متشکرم. عزیزانم بهترین ها رو براتون آرزو دارم. وقت برنامه 3 دقیقه به پایان میرسه. از طریق شماره تلفن پیامگیری که در پایین صفحه میبینید با ما در تماس باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز روزگار به شما خوش.